درودی به گرمای گیرای واپسین شامگاهان شهریور بر شما هممیهنان ارجمندم در جای جای جهان، به ویژه هممیهنان عزیز در مام میهن. همینک پس از تماشای مشروع اخبار ایران و جهان، بیننده برنامه بررسی مطبوعات ایران هستید با نام صفحه یک که مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. همگام با شما گذری بر پیشخانه نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها. با ما باشید، به خانه باز خواهیم گشت. نامنگاری های حسین اوباما و حسن روحانی تیتر مشترک بیشتر روزنامه های امروز ایران بود. شرق تیتر برجسته خود را به تصمیم وزارت علوم درباره محرومین از تحصیل در سالهای 90 تا 92 بست و نوشت دانشجویان ستاره دار در دانشگاه ها ثبت نام کنند. تیتر اصلی شرق همراه با تصویری از شهرام ناظری، موسیقیدان نامی ایران، برای کودکان سوخته شیناباد چنین آراسته شد: آواز شوالیه برای کودکان شیناباد. شهرام ناظری: بخشی از اواید کنسرتم را به دختران پیران شهری اختصاص می دهم. آرمان به نقل از باراک اوباما: نامه هایی با روحانی رد و بدل کردم. تیتر برجسته ستون دوی آرمان به نقل از فرمانده نیروی انتظامی ایران خبری تنظیم شد: ذخیره کالاها در دولت قبل 15 روز بود. آفتاب اظهارات موسوی لاری، وزیر کشور پیشین در دولت اصلاحات، را تیتر یک صفحه یک خود برگزید و نوشت فعال شدن برخی برای به چالش کشیدن شورا. تیتر دوی آفتاب به اظهارات سردار احمدی مقدم دو کلمه ای بسته شد: افشاگری سردار. روزنامه ابتکار: فیسبوک دولتی ها زیر ذره‌بین. ابتکار با تصویری از اوباما در حال نگارش نامه تیتر زد اوباما: روحانی جواب نامه ام را داد. قانون، نقد و بررسی کارنامه یک ماهه دولت را تیتر یک خود برگزید و نوشت گرفتار در اقتصاد، شگفتی ساز در دیپلماسی. اسرار تیتر زد به درخواست طرف بریتانیایی دیدار وزیر خارجه انگلیس با روحانی قطعی شد. ادامه ناآرامی ها در ترکیه میان تیتر اسرار بود. فرهیختگان تیتر اصلی مطلب خود را با درج کاریکاتوری به گرانی برق در ایران اختصاص داده بود و روزنامه بهار با عکسی پاییزی از مرد امنیتی آکادمیک عهد اصلاحات محمد رضا تاجیک تیتر زد فضای امنیتی گذشته قابل استمرار نبود. دیدار ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس و حسن روحانی در نیویورک، تبادل نامه میان اوباما و حسن روحانی، ادامه ماجراهای سوریه و اتهامات متقابل میان شورشیان و حکومت بشار در استفاده از گاز سارین، توجه اهالی هنر به بچه های شیناباد پیرانشهر در آستانه بازگشایی مدارس با حمایت شهرام ناظری، طرح عراق برای بحران سوریه، واکنش ها به افزایش قیمت برق در ایران، ماجراهای فیسبوکی دولت مردان ایرانی و افشاگری سردار احمدی مقدم از عملکرد اقتصادی احمدی نژاد اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز ایران به طور مشترک و گسترده به انتشار آن پرداخته بودند. صفحه یک امشب را می‌گشاییم با نگاه رسانه‌های جهان به ایران. مقوله نامه‌نگاری‌ها و عرض ارادت‌های دورادور و زمزمه‌های روزانه باز شدن احتمالی دریچه‌های آمریکا و ایران، ارتباط آمریکا و ایران، مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت. احوال پرسی با شیطان بزرگ عنوان یادداشتی بود که در دیت سایت منتشر گردید. نویسنده با توجه به اظهارات جنجالی هاشمی رفسنجانی در قبال سوریه با پرسش می‌پرسد در تهران چه خبر است؟
و میگوید تنها باراک اوباما و جان کری این چنین آشکار صحبت کرده بودند که مردم سوریه توسط دولت خودشان مورد تهاجم شیمیایی قرار گرفتند. رفسنجانی از آن دو جلوتر رفت در این خصوص و شباهت‌های دو روحانی میان روی نظام دینی فقهی جمهوری اسلامی یعنی حسن روحانی و هاشمی نویسنده اشاره می‌کند. روحانی مایل است کشورش را از انزوا خارج کند. برای این کار باید از جمع یهود ستیزان و منکران هولوکاست فاصله بگیرد و در مناقشه اتمی نشان دهد که آماده مصالحه است. چون این به نظر می رسد که برای هر دو کار مصمم است. نویسنده در پایان همانند بیشتر نویسندگان رسانه‌های غربی که به قدرت بی حد و حصر علی خامنه ای آگاهی دارند و هر از گاهی نیز انتقاد می کنند چون این نتیجه می گیرد. این خامنه ایست که در سیاست خارجی حرف آخر را می زند. او هر زمان که اراده کند می تواند سیاست تشنج زدائی رئیس جمهور را خراب کند، کاری که با محمد خاتمی کرد. البته احتمالا روحانی یک دیپلمات مجرب از روشن فکری مانند خاتمی که از سیاست قدرت خبری نداشت هوشمندانه تر عمل می کند. چکیده چند سرمقاله از روزنامه های منتشره ایران در صفحه یک روزنامه تحلیلی خبری شرق که بیشترین سرمقاله ها و یادداشت ها در موضوعات مختلف و متنوع را منتشر کرده بود، یادداشتی می‌خوانیم نسبتاً کوتاه اما کلیدی که آقای علی نوذرپور مدیر کل پیشین برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور دولت اصلاحات که نسبت به زمزمه های حضور شهردار تهران در جلسه های هیئت دولت نوشته شده بود و به این مقوله واکنش منتقدانه ای داشت. مطلب که به عنوان حضور شهردار در کابینه چرا انتشار یافته بود، به غیر سیاسی ماندن نهاد مدیریت شهری تأکید داشت. نویسنده با برشمردن دلایل مدافعین این موضوع با پرسشی کلیدی به نقد این طرح می رود و می پرسد در صورت حضور شهردار تهران در هیئت دولت، آیا این حق برای شهرداران کلان شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و کرج نیز ایجاد نمی شود؟ آیا می توان ادعا کرد مسائل شهر تهران اهمیتی بسیار بیشتر از سایر کلان شهرها دارد؟ نوذرپور که خود یکی از نامزدهای شهرداری تهران پس از محسن هاشمی و قالیباف بود، معتقد است که از نظر حقوقی شهرداری‌ها سازمان‌های عمومی غیر دولتی هستند و از جنس قوه مجریه نیستند و ماهیتی کاملا متفاوت دارند. با توجه به سابقه حضور سنگین دولت در شهرداری‌ها تا قبل از تشکیل شوراها در کشور، آیا بازگشت شهردار تهران به هیئت دولت رجعت به گذشته نیست؟ در گذشته که مدیریت شهری دولتی بود و وزارت کشور مدیریت شهرداری ها را در غیاب شوراها بر عهده داشت، حضور کرباسچی در هیئت دولت زمانی اتفاق افتاد که شوراها نبودند. کیهان هم مانند همیشه سرمقاله انتقادی به دولت و کابینه روحانی نوشت و در سرمقاله نسبتاً کنایه آمیز با عنوان گشایش اقتصادی یا گزارش اقتصادی به طرح‌های 100 روزه دولت در ایام تبلیغات انتخاباتیشان اشاره کرد و عدم تحقق این موضوع را نوعی عهد شکنی دولت و خلف وعده برشمرد. نویسنده کیهان گران شدن 7% قیمت برق، احتمال افزایش قیمت بنزین و نیز کسری بودجه برای پرداخت یارانه را مهمترین نکات چالشی برشمرد که عملا دولت به جای ارائه گشایش اقتصادی به ارائه گزارش اقتصادی روی آورده است. و سرمقاله پایانی از روزنامه بهار که سخنان آقای روحانی در جمع ایرانیان مقیم بیشکک را به عنوان مشکلات ایرانیان خارج کشور و دولت تدبیر امید به عنوان سرمقاله‌ای به قلم محمد طاهری منتشر کرد که حسن روحانی تأکید دارد که سرمایه گذاران و سرمایه داران ایرانی برون مرز می توانند به عنوان یک سرمایه در این شرایط تحریم به کمک اقتصاد ایران بشتابند و
بدین روی دولت توجه بسیار ویژه‌ای به ایرانیان خارج از کشور دارد. نویسنده با انتقاد از جایگاه پایین اداری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که در حد یک اداره کل میانی در وزارت خارجه تشکیل شده است را برای تحقق این وعده ناکافی می‌داند و می‌پرسد آیا کاهش سطح مدیریتی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و سپردن این مسئولیت به یک اداره در وزارت امور خارجه میتواند گام مثبتی در حل مشکلات باشد؟ و اساساً این اداره قادر به حل مشکلات و برقراری روابط و جلب اعتماد لازم خواهد بود؟ و مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه. روزنامه قانون ردپای مشائی و بقایی در فروش زمین‌های سواحل کیش را کشف کرد. خبرهای تخلفات مشائی و بقایی هنوز هم ادامه دارد. این بار خبر فروش زمین 3 هکتاری کنار دریا به یک فرد حقیقی با اقساط کم و قیمت نازل در کیش شنیده شده است. قانون می نویسد خبرهایی که امام جمعه کیش هم بر آنها مهر تایید زده است. حسن نوروزی نماینده سابق مجلس که در مجلس هشتم با شکایت از رحیم مشائی و حمید بقایی به کمیسیون اصل 90 خبرساز شد، در شرایطی که 2 سال از این شکایت و آغاز به کار مجلس نهم می‌گذرد از روند پیگیری شکایت و نتایج آن با روزنامه قانون گفتگویی داشت که در بخشای از آن چنین می‌خوانیم. این شکایت شامل 19 بند بود که شامل مواردی همچون نقش آقایان مشائی و بقایی در اختلاس 3000 میلیارد تومانی مناطق آزاد، یکی از بانک‌های مرتبط با جریان موسوم به انحرافی و فروش زمین‌های ساحلی جزیره کیش می‌شد. در ستون تحت‌تیتر خبرهای روزنامه بهار چندین خبر تیتروار می‌خوانیم، از جمله اینکه رئیس پارلمان ترکیه به تهران سفر می‌کند و معاون اول قوه قضاییه بسیاری از پرونده‌های قضایی محصول دروغ هستند. و در ستون خبرهای کوتاه روزنامه شرق به نقل از عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌خواندیم شاید در مراحل تفحص از پرونده زنجانی مدارکی از بین برود. سید مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی گفت اگر فسادی در کشور شکل گرفته باید این مسئله علنی و ریشه آن خشکانده شود. این حق مردم است که از نحوه عملکرد دولت مردان در زمان تصدی مسئولیت با خبر شوند و باید تمام مراحل تحقیق و تفحص به اطلاع مردم برسد. جلساتی با وزارتخانه‌های امنیتی و بانک‌های مورد تعامل در موضوع فروش نفت در خصوص بابک زنجانی تشکیل شده و اطلاعات خوبی به دست آمده است. و خبری از محسن رضایی که روزنامه‌های زیادی به طور مشترک منتشر کرده بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به متوقف ماندن طرح آمریکا برای حمله به سوریه گفت هنوز به طور قطع معلوم نیست که آمریکا به سوریه حمله نکند. رضایی گفت از سیاست‌های آمریکا این است که ابتدا سلاح‌های شیمیایی کشورها را بگیرد سپس به آنها حمله کند. ایشون میگوید من امیدوارم که اوباما مسیر بوش را دنبال نکند. در این صورت کارهایی که در سوریه انجام می‌دهد فریبی بیش نیست. تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.